خب برابر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ناپدید شدن قهری یعنی روبودن یا زندانی کردن مخفیانه یک شخص توسط یک سازمان دولتی یا سیاسی. از سال 2002، 21 سال پیش، برابر ماده 7 بند 2 معاهده روم که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است، سر به نیز کردن جنایت علیه بشریت است که عواقب حقوقی بین المللی داره. بر طبق این اساسنامه، سر به نیز کردن اشخاص به وضعیتی گفته می شود که در آن فرد توسط دولت یا سازمان سیاسی ربوده، دستگیر یا زندانی شود، در حالی که آن سازمان یا دولت از پذیرفتن دستگیری او سر باز می زند یا اطلاعی از محل زندانی بودن او ارائه نمی دهد. این جنایت علیه بشریت رو جمهوری اسلامی در سالهای 60 و 67 علیه هزاران زندانی سیاسی مرتکب شد و در تمام این 44 سال و اندی هم علیه منتقدان، مخالفان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان به کار برده، اهل فکر و فرهنگ و فعالان کارگری، فعالان مدنی، از ستار بهشتی و فرشید حکی تا فرود فولادوند، روح الله زم، غیره و غیره، حتی علیه دیگر باوران مذهبی و آیینی مثل بهائیان. تازه ترین نمونه ها زندانیانی هستند که حکومت اخیراً اونا رو در زندان یا بازداشتگاه زیر شکنجه کشت، بعد انکار کرد، دروغ گفت یا اصلاً اطلاعی از زندانی به قتل رسیده زیر شکنجه به خانواده‌اش نداد. یعنی گفت که زیر شکنجه کشته شده، ولی همین امروز به هر پایگاه خبررسانی و هر مرکز حقوق بشری که سر بزنین آنلاین از طریق اینترنت پر است از اسامی و مشخصات افرادی که جمهوری اسلامی اونا رو دزدیده یا بازداشت کرده و خبری ازشون نیست، یا تو زندان ها کشته و به دروغ چیز دیگه اعلام میکنه. من فقط چند نمونه اشاره میکنم. پیمان گلوانی، یک شنبه 4 تیر ماه 1402، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود در مهاباد با توسل به خشونت بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او روز چهارشنبه 14 تیر ماه به دلیل عدم هوشیاری از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بیمارستان خمینی این شهر انتقال یافت و 4 روز بعد 18 تیر 1402 جان باخت. پیکر شکنجه شده او در اواخر وقت شامگاه دوشنبه 19 تیر ماه 1402 با وجود تهدیدها و حضور مزدوران حکومت، با حضور و شرکت انبوهی از مردم در مهاباد به خاک سپرده شد. مهراب پوراکبر، دادستان مهاباد، در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی اتهام پیمان گلوانی را پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و مرگ او را ناشی از بیماری شدید اعلام کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو اطلاع داد که برخلاف ادعای دادستان مهاباد، پیمان گلوانی هیچگاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل نشد و تا زمان افت شدید هوشیاری در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نگهداری و شکنجه می شده است. عکس های جنازه او به صورت کاملا مشخصی آثار شکنجه در نواحی مختلف بدن را نشان می دهد که دیدین. جنایت دیگری به شکل بازداشت به اتهام همکاری با احزاب کرد و کشتن زیر شکنجه در بازداشتگاه موسی اسماعیلی، اهل روستای پسوه پیران شهر و 17 اردیبهشت 1402، اداره اطلاعات بازداشت میکنه. بعد از 2 ماه پیگیری خانواده و بیخبری مطلق، شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شد که شنبه 17 تیر پدر این شهروند به ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه احضار شده و ماموران امنیتی به او اعلام کردند که فرزندش در بازداشتگاه در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است. یعنی تازه اونجا بهشون میگن که موسی اسماعیلی در پیران شهر بازداشت شده، برده شده اداره اطلاعات ارومیه زیر شکنجه، بعد از 2 ماه جان داده.
خبر که پخش شد تو رسانه‌هاشون نوشتن موسی اسماعیلی، پر رسانه‌های جمهوری اسلامی واقعا که شرم‌آور، اینقدر که من حتی نخواستم یه تیترشو بیارم تو برنامه، که موسی اسماعیلی نوشتن در درگیری مسلحانه با ماموران کشته شد. پدرش حسن بهش گفتن که ما زدیم کشتیمش زیر شکنجه تو زندان، نه جسدشو به خانواده تحویل دادن نه اجازه مراسم دادن. موسی اسماعیلی شهروند کرد، اهل روستای پسوه پیران شهر، از توابع آذربایجان غربی، 32 ساله، متأهل و دارای 2 فرزند 6 ماهه و 6 ساله بود. او تا قبل از بازداشت به همراه پدر سالخوردهش به کشاورزی و دامداری در روستای پسوه مشغول بود. از روبوده شده هایی که بیش از 1 ماه که روبوده شدن، دزدیده شدن و هیچ کس هنوز ازشون اطلاعی نداره، در بلوچستان 7 تن از انتظامات، طلبه و تصویربرداران مجموعه مسجد مکی، محل سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید که توسط مزدوران امنیتی نظام بازداشت شدند، کماکان اطلاعی از اینها در دست نیست. عبدالباسط شاهوزهی، فرزند گل احمد، از انتظامات مسجد مکی، گل احمد شاهوزهی از انتظامات مسجد مکی، عبدالواحد شهلیبر اگر درست بگم از انتظامات مسجد مکی، عبدالنصیر شهبخش فرزند عبدالرحیم نوه مولوی عبدالحمید، اسام شهبخش نارویی فرزند محمد رسول فیلمبردار، عدنان شهبخش 18 ساله فرزند مولوی عبدالقیوم طلبه مسجد مکی و یونس نهتانی فرزند حبیب. اینا در 45 روز گذشته در روزهای متفاوت تو کوچه خیابون جدا از هم روبوده شدن، چند تا لباس شخصی سوار ماشینشون کردن بردن. با وجود پیگیری های مکرر خانواده هاشون هیچ مرجع و محلی پاسخگو نیست که اینا کجان. حالا اتهام که هیچ کجان. باز در کردستان، در مریوان، از سرنوشت و محل نگهداری آرش شریفی 32 ساله فرزند عباس، اهل روستای تنگسیر ساکن مریوان، علارغم گذشت 34 روز از زمان بازداشت اطلاعی در دست نیست. به گفته یک منبع مطلع به کردپا، تا کنون پیگیری های خانواده شریفی برای اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری فرزندشان بی نتیجه بوده است. روز چهارشنبه 17 خرداد آرش شریفی را بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد و اپوزیسیون حکومت ایران نیروهای امنیتی بازداشت کردند. نمونه دیگر پژمان مرادی. پژمان مرادی نمونه دیگری است از آدم دزدی حکومتی. پژمان مرادی اهل روانسر، مکانیک، متأهل، دارای 1 دختر خردسال. پژمان معمولا آخر هفته ها میرفته روستای دیب از ناف، اگر من میدیدم اسمش اینجا خیلی خوب بود، دیب از ناف هست اسمش، در شهرستان سرباباد کردستان میرفته آخر هفته ها برای ماهیگیری. سرگرمی اصلیش ماهیگیری بود، روی اینستاگرامش هم آموزش ماهیگیری میداد. این روستا یکی از جاهایی است که گاهی پیشمرگه های کرد مثل خیلی روستاهای دیگه کردستان به اونجا میرن. 26 اسفند 1400 پژمان مرادی رو که طبق معمول برای ماهیگیری رفته بود اونجا میگیرن، میبرن. هیچ خبری تا امروز از اون ندادند، هیچ خبری ازش نیست. خانوادهش مثل بقیه خانواده های جوان گم کرده روز و شب ندارن. الان 15 ماهه. بیدلیل نیست که معاهده بین المللی دفاع از ناپدید شدگان قهری میگه خانواده ناپدید شدگان تا عزیزانشان پیدا نشده همه زندگیشون میشه دنبال او گشتن و به همین دلیل اونا هم قربانی جنایت حکومت ها هستند در این زمینه. از کردم پژمان در صفحه اینستاگرامش آموزش هایی درباره ماهیگیری میداد و تا قبل از اینکه بگیرنش، و تو اون تاریخ هم برای ماهیگیری به، یعنی 26 اسفند 1400، برای ماهیگیری رفته بود به رودخونه ای که دیدین در حوالی شهرستان سرباباد کردستان که
سپاهی ها میریزن میگیرنش. خانوادهش میگن از روزی که دیگه برنگشته همه جوری گشتن دنبالش. منابعی از داخل سپاه بهشون گفتن، اطلاعات سپاه دزدیدتش، ولی نمیدونن کجاست. یعنی هیچ منبعی نمیدونه کجاست. بعد طبق کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، مسبب 20 دسامبر 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ناپدید شدن اجباری گسترده جنایت علیه بشریت است. این به خانواده های قربانیان این حق را می دهد که حقیقت ناپدید شدن عزیزان خود را مطالبه کنند. در حال حاضر کمپین بین المللی ائتلاف بین المللی علیه ناپدید شدن اجباری، وظیفه اجرای کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری را بر عهده دارد. یکی از مراجعی که خانواده ها و بستگان ناپدید شدگان قهری، یعنی ربوده شده ها و بازداشت شده هایی که خانواده ها ازشون بیخبر نگه داشته میشن، یکی از مراجعی که میتونن خانواده ها برای بین المللی کردن شکایتشون، مخصوصا توی این وضعیت فعلی شرایط بین المللی جمهوری اسلامی بسیار مهمه، به اینا توجه کنین. برای مطرح کردن این موضوع و شکایت ها در سازمان ملل میتونین مراجعه کنین به عفو بین الملل. آدرس شبکه های اجتماعی اونجا هم نوشته شده، دارین میبینین شبکه های اجتماعی و مشخصات و ایمیل عفو بین الملل علنی هست، امیدوارم بتونین دسترسی بهش داشته باشین.